بنده غیر خودت نباش که خدا تو رو آزاد آفریده. ببینید هر انسانی آزاد به دنیا آمده که در سندهای بسیار مهم انقلاب کبیر فرانسه امروز در دنیا حفظ میشه و دهن به دهن گفته میشه و از حرفهای مونتسکیو و امثال او از نویسندگان و متفکران ذکر میشه و نقل میشه که هر انسانی آزاد به دنیا میاد، این در 1400 سال قبل به صورت یک سند مکتوب نوشته شده غیر قابل خدشه وجود داره. لا تکن عبد غیرک، بنده غیر خودت نباش، غلام نباش، و تو رو خدا در حالی که خدا تو رو آزاد آفریده. قبل از اسلام حضرت موسی به فرعون میگه که بتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، که این رو هم قرآن نقل میکنه، این منت یه سر من میگذاری که بنی اسرائیل رو برده خودت کردی، آزادی اونها رو سلب کردی. باز اینجا مسئله بردگی و آزادی مطرحه و در معارف صدر اسلام و در تاریخ صدر اسلام اینقدر این مفهوم با همین نام، با همین واژه و با همین خصوصیات تکرار شده که جای شک باقی نمیمونه. در زمان خلیفه دوم استاندار مصر امرآس بود و پسر امرآس در یک ماجرایی، در یک گفتگویی با یک جوان دهاتی حرفشون شد، یک سیلی بر صورت اون جوان روستایی مصری زد. حالا شما ببینید یک روستایی مصری که نمیدونم حالا عرب بوده یا غیر عرب بوده، شاید اون وقت هنوز عرب هم نبودن، اون هم نماینده خلیفه و استاندار مطلق، پسر به پدرش شکایت کرد. پدرش آمد پیش امرآس گفت باید قصاص کنیم، پسر من کتک خورده و بایستی پسر تو که زده او هم کتک بخوره. او هم اعتنایی نکرد و اینها رو بیرون کرد. بلند شدن آمدن مدینه در زمان خلیفه دوم، آمدن پیش خلیفه توی مسجد ماجرا رو مطرح کردن. خلیفه فوراً نوشت تا اون حاکم یعنی امرآس و پسرش هر دو بیان. آوردشون توی مسجد، گفتش که این پسر دهاتی اون پسر استاندار رو قصاص کنه، خود استاندار هم تعزیر بشه. گفت چرا خود من تعزیر بشم؟ گفت برای خاطر اینکه به میخ قدرت تو پسرت این کار رو کرد و این حرکت رو انجام داد، تو رو دادی به او. بعد یه جمله ای از قول خلیفه نقل شده که اون هم از جملاتی است که توی تاریخ هست و او اینه که خطاب میکنه به امرآس، میگه متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، از چه شما این مردم رو بنده خودتون و برده خودتون قرار دادید در حالی که مادرهاشون اینا رو آزاد آفریدن؟ این منطق اسلام. اگر این در اسلام به صورت یک فرهنگ رائج نبود، خلیفه برای یک کار به این مهمی که استاندار خودش رو میخواد مجازات کنه به این جمله، به این معرفت اسلامی استناد نمیکرد. پیداست این یه مطلبی بوده که همه این مطلب رو میدانستن، جزو فرهنگ رائج و شناخته شده ملت اسلام در اون وقت بوده که انسان‌ها آزادن، انسان‌ها دارای حق آزادی هستند و از مادرها آزاد متولد شدن و کسی حق نداره انسان‌ها رو برده و اسیر و بنده خودش بکنه و حق آزادی اونها رو سلب کنه. که البته اینجا جرجرداغ مسیحی که درباره امیرالمومنین کتاب نوشته بین این جمله و جمله امیرالمومنین یه مقایسه جالبی میکنه که جای بحثش اینجا نیست و نشون دهنده این هست که این مفهوم، این فرهنگ در اسلام وجود داشته. پس فرهنگ آزادی، مفهوم آزادی در اسلام یکی از اون مفاهیم قطعی و حتمی است.